به نام خدا و با عرض سلام در این برنامه بپردازیم به چالش ها و همچنان راه های حل برای رسیدن مردم افغانستان به صلح و اظهارات اخیر مقام های امریکایی مبنی بر تسریع در روند صلح افغانستان و همچنان سهم و اهمیت هند و پاکستان در این روند. اما آنچه که قابل بحث است این است که آیا واقعا هند و پاکستان در بحث صلح افغانستان صادقانه عمل خواهند کرد و جنجال کشمیر چه تأثیر روی روند صلح افغانستان خواهد داشت و آنچه که کابل همواره پاکستان را در بحث کمک در روند صلح صادقانه عمل کردش نمیدانه، آیا پس از این پاکستان صادقانه عمل خواهد کرد و به چه قیمته؟ بیشتر در این رابطه با مهمانانمون صحبت خواهیم کرد، اما قبل از آن گزارش با هم ببینیم و دوباره برگردیم. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در آخرین ویدیو کنفرانسش پیش از بازنشسته شدن میگوید که خشونت ها از سوی طالبان به سطح غیر قابل قبولی رسیده و این گروه باید برای پیشرفت در گفتگوهای میان افغانان خشونت ها را کاهش دهند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که به تازگی بازنشسته شده است، از طالبان و حکومت افغانستان میخواهد که به گونه مشترک بر ضد داعش کار کنند. دوام خشونت ها در افغانستان به سطح غیر قابل قبول رسیده است. هیچ مشکل در پیشرفت گفتگوهای میان افغانان وجود نداشت. این مسئولیت طالبان بود که خشونت ها را کاهش دهد. هر دو جانب باید به طور مشترک بر ضد شاخه خراسان داعش مبارزه کنند. این دیپلمات آمریکایی نقش هند را در روند صلح افغانستان مهم دانسته و سفر اخیر خلیلزاد را به هند هم از بهر وادار کردن این کشور برای سهم گرفتن در روند سیاسی افغانستان گفته است. از سوی دیگر، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان میگوید که با تشکیل شورای عالی مصالحه در افغانستان، طالبان هیچ دلیلی برای آغاز نکردن مذاکرات میان افغانان ندارند. نقش هند در افغانستان بسیار مهم است و خلیلزاد با هند از بهر نقش داشتن این کشور در مسائل سیاسی افغانستان مشوره هایی داشته است. جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری دکتر عبدالله حالا یک هیئت برای مذاکره دارد. این هیئت موقف متحد و جامع دارد. از این رو طالبان برای مذاکره نکردن هیچ دلیل ندارند. طالبان پیش از این گفتند که آغاز گفتگوهای میان افغانان وابسته به رهایی 5000 زندانی طالب است. خواسته که حکومت افغانستان برای انجام آن خواستار یک مکانیزم مشخص شده است. آلیس ویلز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در آخرین ویدیو کنفرانسش گفته که نقش هند و پاکستان برای صلح افغانستان بسیار مهم و حیاتی است و در کنارش طالبان باید از خشونت ها دست بردارند. اما واقعا نیت طالبان و پاکستان چیست و حکومت افغانستان توانایی کشاندن طالبان را به میز گفتگو دارد و آیا هند با کشاندن طالبان به میز گفتگو به اهداف خود میرسد و یا خیر؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهمانانمان جناب آقای گلاب میر رحمانی، استاد دانشگاه از هند، آقای ولی آریا، آگاه مسائل سیاسی و امنیتی از لندن، و همچنان جناب دکتر متین روین، تحلیلگر مسائل سیاسی از امریکا. مهمانان گرامی، خیلی ممنون که فرصت گذاشتین. آقای روین، اگر با شما بحث را آغاز کنیم که چه چیزی باعث میشه که پاکستان بیاید در روند صلح افغانستان به گونه ای که در حداقل گذشته عمل نکرده بود پس از این عمل کنه و صادقانه دست به کار شه و طالبان را وادار به صلح با حکومت افغانستان بسازه؟ کدام عوامل باعث خواهد شد؟ توافق امریکا و طالبان چقدر میتونه ایر از سریع بسازه و پاکستان چی بدست خواهد آورد؟ سلام برای شما و احترامات خدا برای آقای آریا و آقای رحمانی هم تقدیم میکنم. اولتر اگر بگویم موافقی که بین دو رهبران افغان، دکتر صاحب غنی و دکتر عبدالله به وجود آمده، ایر خیر مقدم میگم. یک گام بسیار مثبت است به طرف صلح و امید است که آرامی را هم در آینده در افغانستان بیارن. بسیار دلچسب است که سوال شما در این قسمت. ما فکر میکنم وقتی که مذاکرات بین امریکا و طالبان شروع شد، در این قسمت تنها دو ضلع در اینجا داخل بودن. به نظریه ما مسئله افغانستان چهار اضلاع داره که یکی از این امریکا می باشه، دیگه خود افغانستان و مردم افغانستان،
سوم مسئله منطقوی که در اینجا بسیار زیاد مهم است، همسایه‌های افغانستان و کسایی که رول مهم در افغانستان هم بازی میکنن و بازی کردن، و چهارم در این قسمت طالبان و امریکا هم، چون من 50 سال در اینجا به امریکا زندگی میکنم و طوری که میبینم آقای ترامپ باعث یک لیدره که زیادتر اونا به بزنس و یک سوداگر میباشن، میخواین که یک بینی خمیری از افغانستان جور شود به طرف صلح و عساکر افغانستان بیرون براین، از افغانستان بیرون براین نیروهای خارجی. در این قسمت که ای هم من فکر میکنم که صلح دائمی در افغانستان نمیاره. اولی که برای امریکا بسیار مهم است که هم اعضای کانگرس که پارتی ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها و هم دیموکرات ها در این قسمت باید شامل باشند، و ممالک که امسایه های افغانستان هستن، هندوستان، پاکستان، چین، روسیه، ممالک آسیای مرکزی که در قلب ازی پاکستان است، در اینجا اینا هم شامل باشن. همین قسم که مذاکرات بین الافغانی صورت میگیره به این اما هنگی هم به سویه منطقوی باید صورت بگیرن که در این قسمت باز گارانتی های در قسمت صلح صورت بگیره. جناب روین، در رابطه با اونچه که شما پرداختین به بحث صلح افغانستان که ممکن صلح به میان بیای اما پایدار نباشه، بر اساس حالا معادلات داخلی امریکا ممکن آقای ترامپ دستاورده برای خود بر انتخابات داشته باشه، ولی پاکستان فکر میکنین که چی به دست میاره از امین ناحیه و در کنارش چه چیزی را از دست میته اگر این صلح حداقل به یک نحو باعث شود که مردم افغانستان بر مدت کوتاه آرامش ببینن و طالبان بیان یک بخشش وارد نظام سیاسی افغانستان شود؟ این ممکن است واقعا پاکستان در امی عرصه با آقای ترامپ هم نظر خواهد بود و در این مسیر با هم گام برخواهند داشت؟ به اجازه شما، اگر ما چهار موضوعی که پنتاگون چند روز قبل در این قسمت ذکر کردن، ما میخوایم درباره پاکستان گفتن ایره هم شریک بسازم. اول گفتن که پاکستان هنوز هم همراه طالبان و گروه های حقانی حمایت میکنن که بر ضد منافع افغانستان میباشه. یکی. دوم، اسلام آباد طالبان را برای صلح ترغیب و تشویق میکنن، اما قسم فشار سر از اینا ناوردن که از دهشت افغانی و دیگه چیزها هم چی کنن، خودداری کنن. پاکستان میخواین که در طالبان جاتا در افغانستان قدرتمند باشن که بتونن در بعض قسمت ها منافع پاکستان هم در اینجا حفظ کنن. چهارم، پاکستان بر ضد اظهارات خود مبنی به همکاری صلح اقدام میکنن. این به فکر من بسیار مهم است، این چهار صحبت هایی که شده، آیا چه قسم هماهنگی بین وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا در این قسمت صورت میگیره و کانگرس چی رول را در اینجا بازی کرده میتونن، و پاکستان همین قسم که عمق استراتژی خود و آقای آریا و آقای رحمانی که اونا به زیادتر به روابط بین المللی از من کنه زیادتر میتونه در این قسمت صحبت کنن، عمق خود بر منافع سیاسیشان که میباشد در اینجا دارن و چطور میتونن که یک مسئله وین و وین، برد و برد برای پاکستان در هم در اینجا چطور میتونه که باعث ازی شود که اونا را وادار بسازه به طرف صلح اصلی. خیلی ممنونم آقای روین. جناب آریا، اگر بپردازیم به خواست امریکا، حالا صحبتی را آقای روین هم داشتن در این رابطه که بحث‌های داخلی امریکا مانند انتخابات و دوباره قدرت گرفتن آقای ترامپ نیاز به دستاورد داره و یک باور جمعی در داخل امریکا هم است و در افغانستان هم به می باور هستن، اما واقعا این صلحی که قرار است بریم به طرفش به دست میایه و هند و پاکستان در رابطه با افغانستان چقدر دیدگاه مشترک دارن با توجه به چالش کشمیر و
بحث‌های دیگه. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای روین و جناب آقای رحمانی و بینندگان عزیز. اولا که در ارتباط با امریکا همیشه به طور سنتی بین ارگان‌های اصلی دولت امریکا و همچنین کشورهای دیگر دموکراتیک که در اونجی نظام یک حزبی خودکامه حاکم نیست و تصمیم ها بر اساس مشورت با نهادهای مختلف صورت میگیره، در ایالات متحده در ارتباط با مسائل مربوط به سیاست خارجی بین وزارت دفاع ایالات متحده، وزارت خارجه، کاخ سفید، CIA و مسائل که FBI داخل میشه مثلا، همیشه عدم هماهنگی بوده و حتی رقابت بوده. و به طور سنتی در ارتباط با افغانستان هم وزارت دفاع امریکا و CIA و استخباراتی ها اینا بیشتر روی حضور نظامی در منطقه، راه حل نظامی، فشار نظامی تاکید میکردن و وزارت خارجه امریکا و کاخ سفید بیشتر روی مسائل راه حل های دیپلماتیک. و حتی موارد ما داشتیم که بین وزارت خارجه امریکا و کاخ سفید هم بخش از کاخ سفید هم اختلاف نظر وجود داشته، رقابت وجود داشته. مثلا در زمان آقای اوباما، چون در خود خانم کلینتون و آقای اوباما هر دو رقیب انتخاباتی در داخل حزب دموکرات بودن، اینا وقتی که داخل یک حکومت آمدن، داخل یک ادمنستریشن آمدن، تیمهایشان تیمهایی بودن که در زمان انتخابات داخل حزبی حزب دموکرات با هم رقابت داشتن. بران رقابت وقتی که حکومت را تشکیل دادن رقابتشان ادامه پیدا کرد و حتی تاثیر میگذاشت روی وضعیت افغانستان. فعلا که خانم ویلز اظهار نظر کرده، خب اینو ما میتونیم با فال نیک بگیریم، چون فعلا هم CIA و پنتاگون اینا بیشتر هماهنگ هستن با نظر اکثریت الیت سیاسی افغانستان که ما باید فشار بیشتری بیاریم روی طالبان. ولی وزارت خارجه به رهبری آقای پومپیو و به خصوص آقای خلیلزاد که نمایندهش هست در امور افغانستان و که اینا سیاست آقای ترامپ رو پیش میبرن، بیشتر تاکیدشان روی موافقت نامه صلح و خروج سریعتر از افغانستان است. خب ما اگر واقعا این موضع‌گیری اخیر معاون وزارت خارجه امریکا این تبدیل به یک روند باشه و این فشار همچنان ادامه پیدا بکنه روی پاکستان و منطقه که اینا صادقانه تر عمل بکنن، میتونه میره به فال نیک بگیریم، ولی خب شاید هم یک مورد استثنایی باشه و فراموش بشه. در ارتباط با پاکستان و هند و نقششان در افغانستان و تاثیر رابطه که دارن در افغانستان، افغانستان متاسفانه در دهه های گذشته قربانی سیاست های هند و پاکستان و رقابت های دو کشور بوده، در روی شک نیست. تصامیمی که در پاکستان گرفته میشه در ارتباط با افغانستان مبتنی بر اندوفوبیا یا همو ترس از هند است. در خود هند تصامیم بیشتری که گرفته میشه مبتنی بر ترس از پاکستان و پاکستانوفوبیا است. و اینا پاکستان مبتنی بر همو سیاست عمق استراتژیک خود همیشه تاکید داشته و ارجحیتش بوده که یک حکومت افراطی مذهبی بر سر کار باشه در کابل، و استدلالشون ایست که اگر در افغانستان یک حکومت قوی ملیگرای سکولار دموکراتیک سر کار بیایه، اینا به طور سنتی باز یک ائتلاف و اتحاد همراه هند تشکیل خواهند داد، حضور هند در افغانستان بیشتر خواهد شد و افغانستان از تبدیل شدن به حیات خلوت پاکستان یا بکیارد پاکستان در واقع دو جلوگیری به عمل خواهد آمد. و در زمان جهاد هم ما می دیدیم که در پاکستان تاکیدش و حمایتش بیشتر از نیروهای از احزاب جهادی افراطی تر بود، احزاب جهادی که میان رو بودن یا میلیگرا بودن و گرایش های دموکراتیک داشتن، اونا از حمایت پاکستان برخوردار نبودن به شکل. و باز دیدیم که با روی کار اومدن طالبان در واقع همو حالت ایدئال و نوع ایدئال حکومتی بود که پاکستان در نظر داشت و این سیاست همچنان ادامه داره. ما هیچ وقت فراموش نکنیم که کشورها همیشه بر اساس منافع ملی خودشان سیاست های خارجیشون رو وضع میکنن و این که بعضی وقتا تصادفاً سیاست خارجی یک کشور هماهنگ میشه با منافع ملی یک کشور دیگه، او قضیه جداست. ولی ما فعلا انتظار صداقت نباید است. درست. در رابطه با آمدن طالبان به بدنه حکومت افغانستان، فکر میکنین که
هند چقدر با این بحث موافقت خواهد کرد و چقدر در این روند کمک خواهد کرد و پیامد همی چه خواهد بود در صورتی که حالا طالبان به یک نحو حامی منافع پاکستان در افغانستان دانسته می شوند؟ دقیقا این سوال بسیار مهم است. شما ببینید در این اواخر کشورهایی که در گذشته هم در واقع دشمنان دیرینه طالبان بودن مثل ایران و روسیه و اینا حتی در واقع هماهنگ شدند از نظر پروسه صلح که در افغانستان شروع شده و در ارتباط با طالبان اینا میبینیم که ما که اینا با ایالات متحده هماهنگ شدن چون هدف ایران و روسیه است که پاکستان که طالبان به هر حال اینا قدرت بیشتر کسب بکنن و در چارچوب مذاکرات و ایالات متحده هم به هدف خود برسه ایالات متحده منطقه را ترک بکنه به عنوان بر اساس همون سیاست دشمن من دوست من است. خب روسیه و ایران از طالبان حمایت کردن در این سالهای اخیر و پاکستان هم هماهنگ است با این دو کشور طبیعتا پاکستان با این هدف که زودتر مصالحه به نتیجه برسه و ایالات متحده افغانستان را ترک بکنه تا افغانستان دوباره باز به حوزه نفوذ پاکستان و به حیات خلوت پاکستان تبدیل بشه و چین هم طبیعتا با اون روابط استراتژیکی که داره با پاکستان هماهنگ است در ارتباط و تنها کشوری که در منطقه نگرانی های بسیار شدیدی داره در واقع هند است. هند همواره از قدرت گروه های افراطی خشونتگرا در پاکستان و در افغانستان نگران بوده به خاطر اینکه تاثیر مستقیمی داشته روی وضعیت کشمیر و کمک به تندروها در کشمیر و شماری از این سازمان های افراطی خشونتگرا که مورد حمایت پاکستان بودن حضور بسیار فعال و با فعالیت های تروریستیشون در هند داشتن و هند هنوز به نتیجه نرسیده واقعا که طالبان به این شکل که خیلی از افغان ها به این نتیجه نرسیدن که طالبان واقعا طالبان گذشته نیستن و اینا خواهان در واقع آرامش در داخل افغانستان و در منطقه هستن. سپاسگزارم. جناب رحمانی، با توجه به گذشته روابط پاکستان و امریکا از دوران جهاد گرفته قبل از او و بعد از او تا آمدن نیروهای امریکایی به افغانستان اگر بپردازیم، به یک نحو حامل منافع و یا حامل برنامه های امریکا پاکستان دانسته میشه در منطقه، اما نزدیکی اخیر آقای مودی با ترامپ هم یکی از بحث ها است. فکر میکنین که با توجه به نمی معادلات بحث شده و یا موارد نگرانی های هند حل شده که بحث صلح افغانستان پیامد منفی برای دهلی نداشته باشه و آیا میشه با می باور به پیش رفت و یا نه ممکن است که این هم برنامه باشه که هند برای امریکا به خاطر بحث چین ارجحیت پیدا کنه و بحث صلح افغانستان باز هم زیر سایه بره؟ تحلیل عمومی در این شرایط چی را میرسونه؟ سلام خدمت شما، سلام خدمت مهمانان برنامه شما آقای ویل و آقای آریا. در قدم نخست من میخوایم که پایان بحران سیاسی در افغانستان که یک معضله بسیار کرانی در سیر پروسه صلح در افغانستان ایجاد کرده بود ایره به فعال نیک گرفته و امیدواری های شهروندان افغانستان و امیدواری های کشورهای منطقه در رابطه با پروسه مذاکره و صلح در افغانستان امیدواریش بیشتر ساخته. در رابطه با سوال شما باید گفت که اینکه بدون شک امریکا پاکستان و امریکا یک رابطه دیرینه را در زمان وجود جغرافیایی که وجود موجودیت پاکستان در جغرافیایی که شکل گرفته از زمان شکل گیری پاکستان تا اکنون پاکستان یکی از رابطه بسیار نزدیک و دوست مورد اعتماد ایالات متحده آمریکا بود است. بنابر همین منوال بود که آمریکا توانست در دهه‌های 70 و 60 و 90 اینها خوبترین استفاده را از آدرس پاکستان به خاطر سرکوب کردن رقیبان سیاسیشان در جغرافیای آسیای جنوبی ایجاد کردند. بنابراین
در اینجا ما به این باور هستیم که طالبان که از سال 2001 در افغانستان شکست خوردن و تا اکنون بقایای طالبان در جغرافیای که اونها زیست میکنن و خواستگاه و انگیزه های سیاسی اونها همیشه رشد میکنه، این یک مسئله واضح و روشن است که در جغرافیای برنامه پاکستان هست و این پاکستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای مفکوره و اندیشه طالبان نفوذ داره و هر آن چیزی که امروز در کشورهای منطقه و خصوصا در افغانستان خشونتی که در افغانستان شکل بگیره و ایجاد شده، این همش در اینجا ارتباط داره با منافع سیاسی همون کشور پاکستان است، که زیرا پاکستان بحران سیاسی در افغانستان، شکرندگی سیاسی در افغانستان و همچنان عقب ماندگی سیاسی در افغانستان باعث به منافع بیشتر به منافع پاکستان است. برای همین منوال است که اونها مفکوره ای را که اونها تولید میکنند در جغرافیای پاکستان و در رابطه خشونت در جغرافیای افغانستان و پاکستان، این زیستگاه و خواستگاه و افکار آن در اونجا وجود داره، این است که مفکوره طالب، آنچه که طالب در روند مذاکره صلح اونها حاضر می شوند و مذاکره می کنند، این دیدگاه و اندیشه طالب نیست. جناب رحمانی، اگر مشخصا اگر منافعش تامین نشود، اونها هیچگاه طالب را وادار به این نمی سازد که در پروسه مذاکره صلح اونها با ایالات متحده آمریکا طرف واقع شوند. بنابراین در اینجا می دانیم که خواستگاه آمریکا بود، پاکستان بود است که در این طالب نزدیک شد با ایالات متحده آمریکا و تفاهم‌ها را امضا کرد. درست. اگر بپردازیم به بحث هند، آقای رحمانی، هند چی به دست میاره اگر بیان به طرف صلح و طالبان با حکومت افغانستان یک جا شوند و چی را از دست خواهد داد؟ و به باور شما اگر این گونه هم بپردازیم که روابط آقای عبدالله با هند و مسئولیت که آقای عبدالله داره چقدر باعث میشه که هند کمک کنه در این مسیر و چی به دست میاره و چی را از دست خواهد داد؟ ما در اینجا باید این را هم بدانیم که در شرایط پروسه مذاکره صلح در زمان صورت گرفت که در اینجا قبل از آقای عبدالله و اینجا آقای خلیلزاد به هند آمد و با پاکستان رفت و قطر رفت، این یک روند ذهنیت سیاسی به خاطر پروسه مذاکره صلح از قبل شکل گرفته است و اما آنچه که حکومت هند برای پروسه مذاکره صلح در افغانستان میخواد، اون استراتژی و اندیشه هست که شهروندان افغانستان، اون نگرانی که شهروندان افغانستان داره، همان نگرانی را حکومت هند داره و همان نگرانی که در حکومت افغانستان داره، همون نگرانی را حکومت هند داره، زیرا هند بعد از ایالات متحده آمریکا یک ماده کشوری در منطقه هست که بیشترین هزینه اقتصادی و ساختاری در افغانستان به مصرف رسانیده و حتی در روند دموکراتیک و منابع بشری افغانستان سهمی بسیار به صدای خود داشته. سپاسگزارم. این دستاوردهایی که در 19 سال هند داره و دوشادوش مردم افغانستان و دوشادوش حکومت افغانستان، این باید حفظ شود و این ثبات سیاسی در جغرافیای افغانستان مساوی است به ثبات سیاسی در حکومت هندوستان. خیلی تشکر. جناب روین، آیا سیاست آمریکا در قبال افغانستان یک دست است و یا اگر این گونه بپردازیم که استراتژی کلان آمریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود؟ آیا ممکن است که این توافقنامه با طالبان بعد از انتخابات نوامبر آمریکا دوباره نقض شوه و باطل اعلام شوه، این دیدگاه در داخل امریکا یا وجود داره؟ سوال بسیار دلچسب است و هر وقت که یک لیدرشپ امریکا هم تغییر میکنن، باز تغییرات در فارن پالیسی البته میاد در این قسمت. باز هم ما اگر بر ما از نقطه نظر منطق بسیار مشکل است که چطور امریکا تنها
مستقیما با طالبان در این قسمت صحبت کردند، در قسمت افغانستان، در قسمت آزادی 5000 اسیران و نه طالبان و 1000 اسیران افغان ها. بدون از اینکه مردم افغانستان یا دولت افغانستان با وجود چالش هایی که در این دولت هم موجود بود در اینجا سهم داشته باشد. و گپ دلچسپی است که آقای آخندزاده گفته که موافقه دو جانبه باید احترام و عملی شد، موافقه دو جانبه بین امریکا و طالبان. و در ضمن این سوال به وجود بیاره که مسئله آیا طالبان در این قسمت مسئله شراکت است یا مسئله حاکمیت؟ این هم البته یک موضوع است که قابل بحث می باشه. به فکر ما که پرابلم های زیادی در روند صلح موجود است و به صورت اساسی طوری که من پیشتر هم ذکر کردم، اگر امریکا در این قسمت می خواهند که پیش برند، آقای رحمانی و آقای آریا هم در این قسمت اشاره کردند که بود منطقوی به اندازه مهم است. در اینجا باید ممالک که همسایه‌های افغانستان هستند، چین و ایران و روسیه و آسیای مرکزی و حتی ترکیه و دیگر ممالک، باید که اینا هم یک گارانتی باید بکنن. پاکستان، هندوستان در این قسمت عمیق، صورتی که صلح پیش میره در بین افغان‌ها، بسویه منطقوی هم باید به می قسم پیش برن و امریکا رول بسیار مهمه در اینجا بازی کنه که نه تنها اعضای کانگرس از فارن ریلیشنز کمیتی در اینجا هم شامل باشن، بلکه بسویه بلند معطا فکر میکنم خانم الیس ویلز که معاون وزارت وزیر خارجه می باشه در این قسمت بتونن امرای دیگه همکارای بین المللی امیر روند صلح را بسوی منطقوی هم پیش برن، برازی که این بسیار مهم می باشه و این رابطه داره به رابطه سیاسی امریکا با باز از این ممالک. مثلا رابطه امریکا با روسیه چطور شده، رابطه امریکا با ترکیه چطور است، رابطه امریکا با ایران در این قسمت دیگه. این مسئله بسیار به فکر من بسیار مهم است، باید کامپرهنسیو به صورت اساسی پیش برم. درست جناب روین، یک بحث دیگه که در افغانستان و در دیدگاه شماری از سیاستگران سی است که بحث داعش هم یک گزینه و یا یک الترناتیو به خاطر کشورهایی هست که به خاطر منافعشان به دست آوردن اهدافشان از اون ممکن استفاده بکنن. دیدگاه شما چی است؟ آیا سناریوی طالبان به پایان رسیده و باید بیاین به صلح تن بتن به هر قیمتی که از حالا پاکستان هم بخواین نخواین و طالبان میاین، و یا نه هنوز کار طالبان باقی مانده و امی سناریویی که ممکنی لغو شود این تفاهم نامه وجود داره؟ اولی که مذاکرات که بین امریکا و طالبان صورت گرفتن، اونا گفتن که باز از یا بسیار محرم بوده، کانفیدنشال یا کلاسفاید بوده. باز از اینا ما شما معلومات نداریم که درباره چی دو جانب صحبت هایی که صورت گرفته شده در این قسمت. دومی که از نقطه نظر دید ما ایست که یکی از دلایل که امریکا میخواین امرای طالبا هم در این قسمت صلح پیش بیایه و دلایل دیگه هم میباشه، ایست که چطور بتانن از طالبا بر ضد داعش استفاده کنن که امرای از اونا هم در آینده مقابله کنن یا بجنگن یا هر چیزی که در اینجا می باشد. و سوال عمده در اینجا ایست که آیا رابطه طالبا با داعشان چی می باشد و اگر ابی باز حملات بسیار خرابی که در افغانستان رخ داد، حمله به زایشگاه و مثلا در نرگنهار بسیار جای تاسف هستی، دولت افغانستان دلچسب است که اینا کی را ملامت در اینجا کردن و امریکا کی را در این قسمت ملامت شناختن. و هم آقای امرالله صالح باز صحبت هایی که در دو روز قبل کردن و طالبان را مخاطب قرار دادن، این هم بسیار دلچسب می باشد در این قسمت صحبت ها.
یک دیدگاه دیگر از جناب روین میخواییم مطرح بسازیم. شما روی به این باور هستند که جنگ در افغانستان از حالت عادی و یک دست بیرون شده، با باور شما امریکا با داشتن او حداقل امکانات نظامی و تمام ناتو در افغانستان شکست خورد و یا نه؟ فکر میکنین که ساخت و بافت های داخلی در سیاست امریکا باعث میشه که جنگ ها طولانی شوه؟ دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا امریکا در جنگ افغانستان و ناتو با همی قدرتش شکست خورده، در مقابل طالبان زانو زده و یا نه؟ برنامه کلانتر پشتی صلح است؟ امریکا چرا به افغانستان رفتن؟ برازی که مسئله ترور خاتمه بیا و اسامه بن لادن را بگیرن و القاعده را دستگاهش را خراب سازن. البته در این قسمت خدا رهبر القاعده را هم اونا کشتن و القاعده خودشان هم ارگانیزیشنشان یک ذره گدوت شده باشه و متاسفانه که صلح برای افغانستان هیچ نامده، آرامی در اینجا نامده، شرایط مشکل تر شده. با وجودی که در 18 سال گذشته باز پیشرفت‌های خوبی در افغانستان صورت گرفته، امریکا به این نتیجه رسیدن که جواب نظامی برای آمدن صلح در افغانستان نیست، باید که از طریق دیپلماسی این پیش بره. و من فکر میکنم که ابعاد مختلف از این اگر امریکا در نظر نگیره، صلح اساسی بر مردم افغانستان به وجود نمیاد. متاسفانه باز هم همو خرک و همو درک میباشه و که خشونت ها دوام میکنه و وقتی که ما درباره صلح صحبت میکنیم، تنها مسئله از این که دایرکت وایلنس یا خشونت مستقیم نیست که جنگ و ترور، بلکه به صورت غیر مستقیم خشونت که غربت و بیچارگی و مسائل اقتصادی و دیگر چیزا، و مسئله بعد سوم سال که مسئله خشونت فرهنگی می باشه در اینجا که مسائل لسانی، مسائل منطقوی دیگر چیزا. این متاسفانه این دو موضوعات مختلف دیگر هم در افغانستان جریان داره که مغلقتر تمام چیزا رو ساختم. سپاسگزارم. در این بخش برنامه وقفه داریم و دوباره برخواهیم گشت و با مهمانانمان بحث را ادامه خواهیم داد. دوباره خوش آمدید و در این بخش برنامه میخواهیم از آقای آریا بپرسم که واقعا هند به خاطر حداقل ترس از حضور داعش در منطقه و افغانستان، آیا ممکن است که طالبان را تشویق کنه و رسیدن طالبان را به حکومت افغانستان و یا در بخشی از حکومت افغانستان بپذیره؟ من فکر میکنم در ارتباط با هند قضیه برعکس است. تشویش هند بیشتر از طالبان است تا داعش. در واقع طالبان بودند که در گذشته زمانی که در حکومت به دستشان بود در افغانستان در جبهه مخالف هند قرار داشتند، یعنی هند، روسیه و ایران مخالفین طالبان را حمایت میکردند و پاکستان، امارات متحده عربی و سعودی که به رسمیت هم شناخته بودند طالبان را حمایت میکردند و ضربات مستقیم و غیر مستقیم هم که تا حالا هند خورده از جانب تروریسم و افراطیت خشونتگرا در منطقه بیشتر متوجه طالبان است. داعش یک پدیده نو است و در او ارتباط شاید که هند هنوز تشویش های زیادی نداشته باشه. حتی هند شاید طرفدار این گمان زنی باشه و این استدلال که داعش هم یا حداقل بخشی از داعش اینا در واقع دست پرورده استخبارات پاکستان هستند تا این که غرب را متقاعد بسازند که میتونه یک گروه خطرناکتری از طالبان وجود داشته باشه، شما بهتر است با طالبان کنار بیاین و داعش اجندای بین‌المللی داره، اجندای جهانی و تاسیس خلافت اسلامی داره. طالبان یک گروهی هستن که اینا اجندای محلی و مربوط به افغانستان رو دارن و از این جهت من فکر میکنم که هند همچنان تشویشش از ناحیه طالبان است. خب در صورتی که حالا شما رو به این باور هستن که بحث آسیای میانه
روسیه، ایران، این موارد اگر در نظر بگیریم یک بلاک دیگه ای طرف تشکیل شده که عربستان و امریکا و دیگه همپیمانان ممکن است که جنگ افغانستان بره وارد مرحله دیگه ای شود که غیر قابل کنترل باشه و از جغرافیای افغانستان جنگ خارج شود که مسلماً هند هم آسیبش خواهد دید. چند قبل سفیر پیشین هند در افغانستان نگرانی خود ابراز داشت که هند پاکستان باید به یک نحوی مسئول دانسته شود که از جغرافیای از او در مقابل هند استفاده نمیشه در صورتی که طالبان وارد بدنه سیاسی میشن. امین نگرانی و امین معادله را چطور میشه با یک نحو مدیریت کرد و آیا قابل مدیریت است و یا نه با توجه به حضور چین در منطقه و حالا جنگ اقتصادی که با یک نحو در زیر پوست چین و امریکا جریان دارد چقدر امی احتمال خطر بیشتر و پررنگتر میسازد؟ زمینه تضمین در منطقه در ارتباط با اینکه جلوگیری بشه از گسترش بیشتر افراطیت خشونتگرا در منطقه وجود نداره، به این دلیل که منافع این کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای در تصادم با یکدیگر قرار داره. در همین ارتباط مثلا حمایت از پروسه صلح در افغانستان، فرض کنید این چهار کشور اخیر که اعلامیه صادر کردن دو روز پیش که حمایت کردن از پروسه صلح و از دولت افغانستان خواستن که بیشتر همکاری بکنه، یعنی ایران، روسیه، پاکستان و چین. خب اینا میبینیم که در واقع اهداف استراتژیکشان در ارتباط با افغانستان و منطقه در تضاد با یکدیگر قرار داره. مثلا ایران و روسیه به این علت حمایت میکنن از این پروسه صلح که توضیح‌تر به نتیجه برسه و آمریکایی‌ها افغانستان رو ترک بکنن، چون از حضور آمریکا در منطقه ایران و روسیه استقبال نمیکنن و تشویش دارن. ولی خب پاکستان با یک هدف استراتژیک که بسیار کلانتر از پروسه صلح حمایت میکنه که آمریکایی‌ها ترک بکنن منطقه رو تا اینکه افغانستان باز یک صوبه پنجم و ایالت پنجم پاکستان بشه. چین باز بر علاوه اینکه هماهنگ است با پاکستان اهداف استراتژیک کلانتر داره. خب چین قرار است که به هر حال به در آینده ابرقدرت دنیا بشه، همین حالا هم از نظر برابری قدرت خرید رو شما اگر نگاه بکنین قدرت اول اقتصادی دنیاست، اگر نظر جی دی پی نگاه بکنین قدرت دوم اقتصادی دنیاست. خب در رقابتایی که با آمریکا داره نمیخواد که آمریکا در منطقه حضور داشته باشه. و کشورهای عربی مثلا اینا باز در مسائل ایران مطرح میشه، رقابت بین تشیع و تسنن و رژیم سعودی و رژیم ایران، اینا چون اهدافشان مشترک نیست در ارتباط با حمایت از صلح و اهدافشان بیشتر، یعنی هیچ نوع هماهنگی با منافع ملی افغانستان نداره، بنابراین نمیتونیم ما برای آینده امیدوار باشیم. ما اگر در ارتباط با غرب نگاه بکنیم، کشورهای غربی اینا هرچند که دروش هیچ تردیدی نیست که بر اساس منافع خودشون به افغانستان آمدن، ولی ما دیدیم که در دو دهه گذشته دستاوردهایی که در افغانستان ما داشتیم، پیشرفتهایی که صورت گرفت، اینا در واقع در تضاد با، یعنی منافع غرب در افغانستان در تضاد با منافع ملی افغانستان قرار نگرفت. مواردی هم بوده که چرا در تضاد قرار گرفته، مثلا همین نحوه پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان، خب این موردی بود که در تضاد با منافع ملی افغانستان قرار داشت با کمال تأسف. یا مثلا نحوه که آقای اوباما خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان اعلام کرد، در تضاد با منافع ملی افغانستان بود. موارد مختلفی بود ولی بر روی هم رفته، یعنی هماهنگی وجود داشت بین غرب و افغانستان. ممنونم جناب رحمانی. یکی از مواردی که قابل نگرانی است سیاست در افغانستان حالا به یک نحوه شده که دیگر کشورها نگاه مثبت بر سیاستگران و روش فکریشان معمولا ندارند، چون دیده میشه که پس از مدت حداقل ادعایی را که میکنن نمیتونن اون را تطبیق کنن و در کنارش میرن به سمت و سوی که تا حداقل ده روز قبلش مخالف سرسخت از او بودن و دیگر موارد که واقعا تعریف مشخصی از منافع ملی هم در افغانستان به یک نحوه ندارن سیاستگران. فکر میکنین که هند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و در حال توسعه و به یک نحوه حامی مردم افغانستان
از چی نگران است در حال حاضر و ممکن است که امی وضعیت یک سیاستگران افغانستان به وجود آوردن بره هند را بکشانه به جایی که دیگه با طالبان یک دست شوه و آیا امی سناریو قابل تطبیق است؟ در قدم اول باید گفت که جغرافیا و جغرافیای موجودی افغانستان خودش طوری است که در منطقه به یک قدرت سیاسی تبدیل شده و همین که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور دارند اینها به خاطر سرکوب کردن لانه های تروریسم و به خاطر القاعده اگر می بود آل وقت از افغانستان بیرون شده بود. بنابراین اونا با دو استراتژی کلانی که وارد افغانستان شدند، اینکه دکترین و تیورستان های ایالات متحده آمریکا دو استراتژی کلان تعقیب میکنند، یکی استراتژی طویل مدت دارند و یکی استراتژی روتین یا روزمره هست که همو استراتژی طویل مدتش در افغانستان هنوز باقی است. اونها در سیاست روزمره شان که هدفشان سرکوب کردن القاعده بود و طالبان بود، اونها همون حکومتی را که طالبان داشتن سرکوب کردن و نابود ساختن و تا بقایای از اون مانده که به خاطر مسائل سیاسی در جغرافیا حفظ شدن. اما مسئله طویل مدتش که این رقابت های سیاسی ایالات متحده آمریکا با کشورهای منطقه و کشورهای آسیای مرکزی هست. بنابراین ایالات متحده آمریکا میخواهد همان هژمونی خواهی خود در جغرافیای افغانستان و اعمال نفوذ خود با کشورهای آسیای میانه حفظ بکند و از طرف دیگر میخواهد به عنوان یک جاندار در منطقه باقی بمانه و در مسائل کلان سیاسی افغانستان در همیشه تصمیم اول و طرف مادره سیاسی باید ایالات متحده آمریکا باشد. بنابراین در اینجا هند و پاکستان دیدگاه و اندیشه های برای بازی سیاسی در جغرافیای به نام افغانستان متفاوت است. پاکستان همیشه در از زمان حضور پاکستان در تا اکنون که رابطه تنگاتر با ایالات متحده آمریکا دارد یک سیاست باجگیری او را در پیش گرفته و همیشه کوشش میکنه به خاطر جغرافیای جنگ در جنوب آسیا و در منطقه اینها از ایالات متحده آمریکا باج بگیره و منافع نظامی خود و منافع اقتصادی خود تمویل بکنه. اما برای هندوستان کاملا متفاوت‌تر از آن ارزش و طرز تفکری است که پاکستان در پیش میاره. هندوستان همیشه تلاش میکنه در رقابت های اقتصادی در جهان و منطقه سهم باشد. همیشه تلاش آنچه که چین در سیاست اقتصادیش در جغرافیای برام افغانستان تمرکز داره و هندوستان هم کوشش میکنه که مانند چین و ایالات متحده آمریکا در بازی های قدرت اقتصادی اونها سهم باشد و بتونه که مانند از کاروان توسعه اقتصادی مانند آمریکا و چین عقب نمونه. بنابر همین منوال است که ثبات سیاسی صلح در افغانستان و یک حکومت خوب در جغرافیای به نام افغانستان مرتبط با ثبات سیاسی و صلح در هندوستان میدانند. بنابر همین هست که طرز تفکر این دو کشور کاملا متفاوت است و هندوستان تلاش میکنه که مانند چین در روند رقابت های اقتصادی سهم بگیره و برای ثبات سیاسی افغانستان برای سر افغانستان کار بکنه و حتی نگرانی هایی که در افغانستان شهروندان افغانستان داره و ابو نگرانی ها را حکومت هند و مردم افغانستان داره و کوشش میکنه که سر افغانستان و ثبات افغانستان بیشتر طوری باشه که ما بتوانیم یک رابطه خوبی را در آینده با مردم افغانستان برای همیشه حفظ بکنیم. آقای روین، اگر بحث یک جنبندی داشته باشیم با شما که فکر میکنین امریکا به هدفی که به افغانستان آمده بود رسیده و در کنارش بحث قبلی را باز هم اگر اشاره داشته باشین که نگرانی در حداقل در میان سیاستگران امریکا وجود نداره که ممکن است چون بحث جنگ طالبان یک جنگ فکری و ایدئولوژیک است پس از بحث صلح با طالبان گروه داعش در افغانستان پررنگ شود آیا واقعا امریکا به هدفش رسید و این احتمال وجود داره؟ امریکا تا یک قسمت به هدف خود رسیده در افغانستان که بعضی پیشرفت‌هایی که صورت گرفته در این قسمت از نقطه نظر سیاسی هم مثلا طوری که قبلا ذکر شد که القاعده پراگنده شده و لیدرشان گرفته شد و لانه های تروریستی فعلا زیر سوال است که چقدر
چطور است شرایط از اینا؟ در این قسمت یک سوال برانگیز است. مسئله دیگه ایست که در افغانستان با وجود پیشرفت هایی که صورت گرفته، در اینجا اگر هدف آقای بوش هم در این قسمتی بود که ملت سازی صورت بگیره، در بعض جای البته صورت گرفته، پیشرفت هایی صورت گرفته در افغانستان، اما پرابلم های بسیار زیاده هم در قسمت حکومتداری، فساد، مسائل اقتصادی، چیزای دیگر که هم قبلا ذکر کردم که رابطه با صلح در افغانستان موجود می باشد. به این اساس من فکر می کنم که خود در امریکا سیاست مدارای دیگر که هم هستن، فعلا امریکا هم تحت رهبریت آقای ترامپ بسیار دو تقسیم شدن. اینجا هم مثل دو قبیله مختلف هاره که یکیشان ریپابلیکن و دیگرشان دیموکرات ها می باشد. حتی باز وقت با یکی دیگر صحبت هم نمی کنن، گپ هم نمی زنن و پرابلم های خود در این قسمت دارن که هم سوال برانگیز است که امریکا یک سابقه زیادی در دموکراسی دارن، مملکت بسیار پیشرفته است، اما هم سیاست در اینجا بسیار زیاد شخصی شده. دیگه به این اساس پرابلم های هم است. و از ما امریکا بر پاکستان از نقطه نظر زاویه افغانستان سل نمی کنه، البته از نقطه نظر منفعت سیاسی خود هم در این قسمت سل می کنه که در منطقه که چی می باشه منفعت سیاسی از اونا، و البته یک بود از او مسئله صلح افغانستان است در این قسمت. به می اساس من گفتم که باید که اعضای کانگرس امریکا هم در این قسمت باید شامل باشن و بود منطقوی بی اندازه مهم است که باید این گارانتی شود و پاکستان آورده شود، هندوستان آورده شود. نظر من بود دلایل که آقای آریا و آقای رحمانی در این قسمت هم صحبت هایی که شده که یک حسن نیت، یک کانفیدنس، اعتماد و اعتماد خلق شود که به طرف صلح چطور پیش رفته شود. خیلی تشکر جناب آریا. در رابطه به یک نحوه موانع صلح افغانستان از بود داخلی، منطقه‌ای و جهانی، در این سه مرحله فعلا کدام یک واقعا میتونیم بگوییم که سنگین تر است و نمیگذاره که بحث صلح افغانستان به واقعیت بپیونده؟ من همیشه تاکید من روی موانع داخلی است. افغانستان خطوط گسل و فالت لاین های بسیار عمیق و شدیدی داره. مهمترینش خط گسل قومی، اختلافات شدید قومی است که متاسفانه همیشه باعث شده که اجماع ملی در ارتباط با مسائل کلان ملی وجود نداشته باشه. به پروسه مصالحه هم خود تمام مسائل کلان سیاسی همیشه تعیین کنندهش عامل قومیت بوده. با کمال تاسف یک مسئله که اگر خلاصه گپ بزنیم خب عوامل دیگه هم هست، طبیعتا افرادگرایی و به افرادگرایی باز بود منطقه‌ای هم داره. و در بود منطقه‌ای که میتونه مانع ایجاد کنه، به رسول پیشتر اشاره کردم که باز هم ایست که عدم هماهنگی بین اهداف کشورهای منطقه است که میتونه با پروسه صلح با خطر مواجه بسازه. و در بود بین المللی موضوع سیاست خارجی کشورهای تشکیل دهنده ائتلاف بین المللی است، به خصوص ایالات متحده، که مهمترینش فعلا متاسفانه شتاب زدگی است که در سیاست آقای ترامپ وجود داره، که زودتر به شکل سمبولیک هم که شده بگم ما یک دستاورد داشتم در افغانستان و مذاکرات صلح و نتیجه رساندم و نیروهای خود خارج میسازم، که این میتونه تاثیر بسیار خطرناکی داشته باشه. و اینکه بعد از آقای ترامپ، اگر آقای ترامپ دوباره برای 4 سال آینده انتخاب بشه، این باز میتونه سناریو رو تغییر بده، میتونه باز شتاب زدگی رو از بین ببره، شاید بتونه وضعیت رو مثبت‌تر بکنه. ولی اگر آقای جو بایدن روی کار بیایه، ما در گذشته شاهد این بودیم که آقای بایدن نظر بسیار سازنده و مثبت در ارتباط با افغانستان نداره. آقای بایدن کسی است که گفته پاکستان 50 برابر افغانستان برای ما اهمیت داره. آقای بایدن همچنین گفته بود که ما باید صرف در پاکستان یک دو پایگاه داشته باشیم برای مبارزه با تروریسم و افغانستان رو ترک بکنیم. بنابراین اینا عوامل است که میتونه وضع بسیار خطرناک بسازه. ممنونم از شما جناب آریا. و در پایان آقای رحمانی، فکر میکنین که کشیدگی هایی که در داخل وجود داره
چقدر مانع واقعی و اصلی بوده میتونه؟ چنانچه آقای آریا هم اشاره داشتن که بحث داخلی بسیار مهم است، اما فکر میکنین که در معادلات جهانی و بیرونی قدرت های جهان در رابطه با افغانستان توافق نظر دارن و تنها باید بپردازیم به عناصر داخلی و آنچه که حالا نقص و فایده طرف ها است؟ خب من با دیدگاه آقای آریا کاملا موافق هستم که تا زمانی که ما در سرزمین خودمان سیاسیونی افغانستان و جریان های سیاسی در افغانستان یک این سجام ملی و اجماع ملی در میان سیاسیون ایجاد نشود، بدون شک کشورهای منطقه و کشورهای دور و نزدیک در مسائل سیاسی افغانستان مداخله میکنند. این فعلا بازی سیاسی در تاکنون که با پیش می روید این بدست سیاسیونی افغانستان و رهبران سیاسی افغانستان است. اگر اینها درایت پیشتر و حج بودن و بتانند که یک اتحاد و همدلی و انسجام و اجماع جدید در دیان سیاسیون ایجاد بکنند، بدون شک تا کشورهای همسایه می دانند که در پیشتر در مسائل سیاسی افغانستان مداخله بکنند و حتی کشورهای دور نزدیک پیشتر در مسائل کلان افغانستان مداخله بکنند. سیاسی افغانستان طور شده که کشورهای منطقه و جهان با او گره خوردن، اما نقش اساسی و بازی اصلی که باید این اجماع ملی صورت بگیرد در دست خود رهبران سیاسی افغانستان است که ما بدانیم دست دیگران به صورت با اتحاد هم دلیل گذار سازیم. سپاسگزارم. و در پایان آقای روین، فکر میکنین تا چه زمان مردم افغانستان در انتظار تطبیق برنامه های بیرونی ها هستند و باشند و این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ این سوال بسیار مهم است و سوال رابطه داره که آیا دولت و مردم افغانستان استقلال دارند. افغانستان یک مملکت بسیار بیچاره است از نقطه نظر اقتصادی. اکسیژن زندگی مردم افغانستان از طرف امریکا میآید و از طرف ممالک ناتو. در این قسمت دیگه این پرابلم اقتصادی و خودکفایی بر افغانستان یک بسیار مهم می باشد که چطور بتانند در آینده به او سمت را برند. و البته پروگرام های اقتصادی مربوط از ایست که چطور صحه در اونجا به مسائل سیاسی، چطور به صورت اساسی مسئله بود داخلی افغانستان که میگن دشمن در داخل است در بیرون نیست، این بسیار مهم می باشد. دیگه این سوال شما بسیار سوال بسیار مغلق است که به یک جمله جوابش ممکن نیست. سپاسگزارم. خیلی تشکر از مهمانانمون، هر یک جناب آقای دکتر متین روین، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا، آقای ولی آریا، آقای مسائل سیاسی و امنیتی از لندن و جناب آقای گلابمیر رحمانی، استاد دانشگاه از هند. سپاسگزار شما عزیزان که تا این دم بیننده برنامه بودید. به امید سربلندی و پیروزی مردم افغانستان. وقت بخیر.